28 روز اردیبهشت ماه برابر با 18 می، روز بزرگ داشت حکیم عمر خیام نیشابوری، قیاس الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری که او را خیامی و خیامی النیسابوری نیز می نامند، در 28 اردیبهشت سال 427 خورشیدی در نیشابور چشم به جهان گشود. وی فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و رباعی سرای ایرانی در عصر سلجوقی بود که اگرچه پایگاه علمیش به مراتب برتر از جایگاه ادبی اوست و لقبش در دوران خودش حجت الحق بود، ولی آوازش بیشتر به واسطه نگارش رباعیاتش می باشد که شهرت جهانی دارد و به اغلب زبانهای جهان برگردانده شده است. از برجسته‌ترین کارهای حکیم عمر خیام می توان به اصلاح گاه شمار ایرانی در زمان وزارت خواجه نظام الملک، نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعاتش درباره اصل پنجم اقلیدس، ابداع نظریه‌ای درباره نسبت‌های هم عرض با نظریه اقلیدس اشاره کرد. با تمام این اوصاف خیام را باید یکی از مشهورترین شاعران مشرق زمین به شمار آورد که آوازه شهرتش چنان در جهان پیچیده که از قول افرادی چون ولادیمیر پوتین، مارتین لوتر کینگ و ابراهام لینکلن هم که چندان قرابتی با شعرای مشرق زمین نداشتند عنوان شده است که همیشه پیش از خواب رباعیات خیام می‌خواندند. به دلیل همین شهرت هم مکانهای مختلفی در سراسر گیتی به نام خیام نامگذاری شده، مکانهایی چون یکی از حفره‌های ماه، سیارک 3.95، هتلی در تونس، نوعی شراب درجه 1 در فرانسه و مصر، ایستگاه قطاری در نیشابور، خیابانی در شهر تهران واقع در منطقه 12 شهرداری، رستورانی در شهر آدیسا بابا و سرانجام انجمنی در لندن. سال 1251 خورشیدی برابر با 1872 میلادی، زادروز برتراند راسل، فیلسوف و نویسنده انگلیسی که در کتاب اصول ریاضیاتش ثابت کرد ریاضیات قسمتی از علم منطق است. این کتاب همچنین به دلیل اهمیت فراوانش در ردیف سلسله کتاب‌های صدگانه مهمی که از آغاز بشریت تا آن روز نوشته شده قرار گرفته است. راسل که با جنگ‌های جهانی اول و دوم و جنگ آمریکا علیه ویتنام به صورت جدی مخالف بود، دادگاهی برای محاکمه غیابی دولت مردان آمریکا تشکیل داد که به نام او به دادگاه راسل معروف شد. وی طرفدار آزادی مطلق و نامحدود روابط انسانی و اجتماعی بود و علناً با دین و مذهب مخالفت می کرد. برتراند راسل سرانجام در 98 سالگی درگذشت. سال 1353 خورشیدی برابر با 1974 میلادی، اولین آزمایش هسته‌ای هندوستان. با انجام این آزمایش که در صحرای راجستان در غرب این کشور و نزدیک مرز پاکستان صورت گرفت، کشور هند پس از آمریکا، شوروی، فرانسه، انگلستان و چین به ششمین کشوری مبدل شد که از قدرت هسته‌ای برخوردار است. 24 سال بعد هند 5 آزمایش هسته‌ای دیگر انجام داد و عملاً موفق به ساخت بمب هسته‌ای شد.